من متولد ایرانم و ساکن تهران. یکی از جذابترین خاطرهای دوره کودکیم وقتی بود که دست تو دست پدر مرحومم از راسته بازار عباس‌آباد می رفتیم به سمت کارگاه ماشین سازیمون. حاجی ماشین جوراب بافی و تریکو بافی می ساخت. مغازه بابام توی یکی از پاساژهای راسته بازار عباس‌آباد بود و 5 نفر به صورت مستقیم از کنار پدر گذران زندگی می کردن. اینجا همون مغازه پدریه. اما 15 سال پیش تعطیل شد. همیشه برای من سوال بود که چی شد؟ چی شد که کسب و کارش یه دفعه‌ای به مشکل برخورد و پدر که از بزرگای صنف خودش بود کارش دیگه مثل سابق رونق نداشت؟ چند وقت پیش که به این پیشنهاد شد تا یه مجموعه مستند کار کنیم که وضعیت صنعت رو تو ایران بررسی کنیم، همراه این دوستام راه افتادم تا شاید جواب سوالی که سالها دنبالش بودم رو پیدا کنم. اینکه چرا پدرم تو کسب و کارش به مشکل خورد. بیماری که خدا قسمت هیچ بنده ای نکنه این روزا جز جدا نشدنی زندگی ما آدم ها شده. این وسط بعضی ها با ناعلاج و سختش درگیرن و بعضی ها با نمونه های سطحی و زود گذرترش، ولی در هر دو صورت همه انتظار دارن تا علم به کمکشون بیاد و یه نسخه شفابخش خیلی زود اونا رو به زندگی عادی برگردونه، که البته بالا رفتن سن امید به زندگی توی دنیا هم نتیجه همین پیشرفت علم داروسازیه. توی این قسمت در نظر داریم بریم سراغ صنعت دانش بنیان داروسازی توی کشورمون تا ببینیم وضعیت ایرانیش توی بازار چطوره. خب خانم دکتر، شما توجه به اینکه حالا اینجا بالاخره توی قلب بازار قرار دارید، دارید میبینید رفتار مشتری ها رو با داروها و حالا اونچه که هر روز داره اتفاق میفته، مردم چقدر دنبال داروهای خارجی میان، چقدر دنبال داروهای ایرانی؟ یعنی کسانی هستن که مشخصا بگن ما داروی ایرانی میخواییم؟ یه تفکر کلن وجود داره که حالا خارجیش بهتره، اصلا حالا کاری به این ندارن یا اصلا اطلاع تو این حد نیست که چه برندیه، چه شرکتیه، بله. چه کشوریه، اینا همین که خارجی باشه کافیه. یه عده میان میگن صرفا هرچی توی نسخه هست خارجیشو بده با تفکر این که خب این از همه بهتر باشه و کارایی بهتر و بیشتری داشته باشه، که خب بحث قیمت هم مطرحه. بعضی هم هستن نه، حتی اگر توی نسخه داری خارجی باشه، حالا بنا به قیمت یا حالا عادتی که قبلا تو مصرف داشتن، میگن نه همون داروی ایرانی رو میخوام. به بیماری شما داروی خارجی رو تجویز کنید، راضی تر هست و گمانش بر اینه که بهتر براش اثر میکنه، یا داروی ایرانی براش تفاوتی نداره؟ این که داروی خارجی یا ایرانی باشه، من فکر میکنم بیشتر از این که خود اصل دارو باشه، اون اعتقادیه که بیمار از پزشک میگیره تو مرحله اول. در حقیقت بیمار خودش زیاد متوجه نیست که این دارویی که داره مصرف میکنه خارجیه یا ایرانیه، به خاطر اینکه الان تمام داروها به صورت انگلیسی نوشته میشه و بعد شاید ایرانی هم زیرش نوشته شده باشه یا نه، ولی 100% این باور از قدیم تو ذهن مردم مونده، دوست دارن خارجی رو، دوست دارن دیگه، یعنی فکر میکنن که داروهای خارجی بسیار بسیار ارجح هستن. اینجا بیشتر خارجی میخوان، یا مثلا میگم کسی میاد نسخهش رو میده میگه کل اقلام رو خارجی برام بذارید. یعنی این اتفاق میفته؟ آره. قطعا هم میخواد، حتی اگه بگید مثلا این مشابه ایرانیش هست، میگه نه پس از جای دیگه تهیه میکنه. آها، یعنی حتی اگه دارویی باشه که شما بگید نه من خارجیشو ندارم ولی ایرانیش مشابهش هست. آره، ولی ممکنه که بگن نه نمیخوان. آره ممکنه بگن نه، همونی که پزشک نسخه کرده، به خصوص اگر پزشک برند نسخه کرده باشه خیلی تاکید دارن که حالا شاید خیلی متفاوت هم نباشه تاثیرش. اینقدر لغت خارجی ایرانی ندیم، ولی اون داروی اصلی که کارخونه اصلی داره میسازه و اولین بار ساخته و الان معروفه تو دنیا به اون اسم، که بقیه جنریکه دارن، که بقیه همه دارن ازش دیگه حالا استفاده میکنن و مواد مؤثره اونو میگیرن، اون داروی اینقدر سریع و خوب اثر میکنه تو بدن طرف که طرف دوست داره. تو چه لول رتبه ایه؟ ما شرکتمون همین امروز آماری منتشر شده از سازمان مدیریت صنعتی رتبه 1 رو توی
شرکت‌های خصوصی دارویی به دست آوردیم، خصوصی و دولتی البته، که مربوط هست به تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که تهران شیمی کرده و تولید رو انجام داده. جوده 150 تا محصول ما داریم که 130 تاش اکتیو هست تو مارکت و از اینها 10 تاش محصولاتی هست که ما انحصاراً تولید میکنیم و دیگه رقیبی در بازار نداریم، یا رقبا از بازار بیرون رفتن یا رقیب خارجی نیومده برای ما. آها، اساساً رقیب خارجی هم نداره در نداره در ایرانی هم که دیگه ایرانی ها هم حالا به هر دلیلی یا رقابت نکردن یا محصول رو انتخاب نکردم. خب الان داروی برای پوکی استخوان، برای هموفیلی، برای چند تا داروی ضد سرطان، دارو برای نارسایی‌های کلیوی، برای ناباروری و برای بیماری‌های خود ایمنی توی مجموعه ما تولید میشه. سجاد دارو یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی توی شرق ایرانه که در مشهد مقدس واقعه. با مدیر عاملش قرار گذاشتیم تا از این شرکت و محصولاتش بیشتر بشنویم و بیشتر مطلع بشیم. اشکال دارویی که در حال تولید هستیم قرص و کپسول هست. داروهای تخصصی در زمینه داروهای قلبی، فشار خون، چربی خون، قند خون، بیماری های گوارشی و بیماری های روماتویدی و بیماری های اعصاب و روان و مسکنای قوی و اوپرازول. بله، همون کپسول اوپرازول برای زخم معده، بله، اسید معده، داروی پرفروشه تو ایران. داشتم منم مصرف کردم این دارو رو. بعد میاد توی دستگاه با کپسول چه ساخته شده داخل این هاپر میریزن، بعد این کانتر خود شمارش میکنه تعداد 14 تا باید باشه، مریض بایستی 14 تا از این کپسول رو بخوره تموم کنه تا مشخص بشه. بعد اگه اثر نجه باز بره پیشه، اگه ناراحتیش برطرف نشد بره پیشه پزشکش. یعنی اینا تعداد مهمه؟ مهمه، نه نصفه نه بایستی بخوره، دارو رو باید تموم کنه. حس عجیبیه که آدم یه جایی بیاد که هیچی ازش ندونه. من الان دقیقاً این حس رو دارم. آی دکتر، من حالا به عنوان یه مصرف کننده دارو چجوری باید اعتماد بکنم به یک دارو؟ بالاخره جونم رو میخوام در اختیار اون دارو قرار بدم. نمیدونم حالا درست دارم میگم یا نه. ما محصولاتمون رو برای اولین بار که میسازیم اینها رو تمام مباحث کیفیش رو اندازه‌گیری میکنیم و مطابق داروی خارجی در حقیقت این رو استاندارد میکنیم. چجوری کجا این کار انجام میشه؟ این در آزمایش، اون موقع در آزمایشگاه تحقیق و توسعه اتفاق میفته. ولی زمانی که میرسیم به تولید انبوه و الان داریم برای در سال مثلا 50 سری ساخت از یه محصول میسازیم، درسته، اونجا دیگه باید هر بچش رو آزمایش بکنیم و مطمئن بشیم که این الان مطابق همون استانداردی که اول داشتیم. یعنی پس هر سری تولید جدا هستن. یعنی امروز اگر یک 10 محصول در تهران شیمی امروز ساخته میشه، همه اونا میاد در این آزمایشگاه و آزمایش میشه. و آها، برای اینه که مثلا داشت. من الان دارم میبینم که مثلا ایه دارو شما بله. اینجا نمیم 10 تا دارید، ایه دارو 20 تا دارید. نه، الان چیزایی که مثلا 3 روز پیش تولید شده و هنوز آزاد نشده، حالت قرنطینه داره، لیبل میخوره که نمونه کیوسیه و روی این کار میشه و بعد این دارو با منشأ گیاهی که دستگاه فلوتوما و این دستگاه هم در واقع بلستر میشه. درسته. این این دستگاه الان چه میکنه؟ میشه ببینید که کپسول ها؟ بله، این کپسول شما همطور که میبینید کاملا گیاهی هستش و الان من یه دونه شو براتون باز میکنم. شما میتونید چه جالب، همش گیاهه؟ کاملا گیاه، بله، پودر شده و ترکیب چندین گیاه حتی به این شکل. حالا دیگه بسته به کارایی که داره هر کپسول. توی مجموعتون فقط روی داروی گیاهی کار؟ بله، اینجا در واقع استاندارد
زیرساختی ما بر اساس داروی گیاهی یا اصطلاحاً جی ام پی ما بر اساس داروی گیاهی اخذ شده از سازمان غذا و دارو و فقط داروی گیاهی تولید می‌کنیم. موضوع تحقیق و توسعه توی این صنعت خیلی مهمه، به گونه ای که این صنعت دارای بیشترین نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروشه. توی مقیاس جهانی این نسبت در صنعت دارو حدود 13.5% در حالی که مثلا توی صنایع الکترونیک و آیتی کمتر از 10%. ببینیم هر یکی از تستایی که انجام میدیم در حقیقت بررسی اثرات ضد ویروسی هست. بله. چون داروی MS ما در حقیقت از نظر تستای کنترلی دچار اثرات ضد ویروسی است. به همین دلیل مثلا ما تو این پلیت ها میایم یه سری سلول رو کشت میدیم، بعد اینو مجاور میکنیم با یه سری ویروس، بعد دارو رو روش قرار میدیم و این اثر ضد ویروسی تو این تفاوت رنگی که تو این چاهک های مختلف وجود داره خودش رو نشون میده. بعد این باید توسط دستگاه خونده میشه، یه سری آنالیز روش انجام میده و نهایتا به ما میگه که این داروی ما از نظر کیفی تو این سری ساخت آیا تو اون محدوده مجاز قرار داره یا نه، که اگه قرار بگیره بعد ما میتونیم دارو رو ریلیز کنیم و وارد بازار. یعنی این در واقع صنعت شما رو دائما پیچیده و پیچیده تر بله. میکنه. شما هر روز دارید تست میکنید، توی مراحل مختلف. یعنی اینجوری هم نیستش که ما دارو رو بسازیم تا آخر بیاد بعد اونجا تستش بکنیم. یعنی توی هر مرحله ای که میره جلو ما یه سری آزمون کیفی داریم که باید انجام بشه. سلام خانم خسته نباشید. این الان نمونه هایی هست که مثلا در نظر که از همین داروی MS ما هست توی مراحل حد واسطش. بله. حالا یا داروهای مختلف که این دارو رو ما در حقیقت یک نمونهش رو نگه میداریم به صورت نمونه های پایداری، اینا تو مراحل مختلف تست میشن که ما خیالمون راحت باشه که این دارو در کل اون دوره تاریخ انقضای خودش داره اون کیفیت روز اول خودش همجوری رو کیفیتش مونده، که این برای مثلا سری ساخت های مختلف از محصولات مختلف ما در حقیقت اینجا آرشیف داریم. حالا چه کار میشه فرمولاسیون هم که یکیه. بله. خب اون وقت چه مزیتی داروی خارجی غیر بسته‌بندیش بر داروی ایرانی میتونه داشته باشه؟ خدمتتون عرض شد که میتونیم ببینیم داخل اینجا رو بیاد حالا اینجا ادامهش رو بگید. بله. بحثی که تو دارو هست یه مقدار مارکتینگ داروست. خدمتون عرض شد داروی ایرانی قیمتش حداقل، سود حاشیه سود بسیار کم داره و تولید کننده داخلی قدرت مارکتینگ و تبلیغ دارو را نداره. درسته. میتونیم داروهای خارجی که حاشیه سود بیشتری داره سمینارهای مختلفی میذاره، بازاریابی میکنه، مارکتینگ میکنه و باعث میشه که داروش بهتر فروخته بشه و هم براش سود داره و هم برای داروخونه که داروی خارجی با قیمت گرون میفروشه. که نهایتاً پزشکم وقتی که مریض ازش میخواد که داروی خارجی بنویسه یا پزشکمون سلیقه خاصی داره اقدام به نسخه کردن داروی خارجی میشه، در صورتی هیچ فرقی داروهایی که تو ایران ساخته میشه تو خارج ساخته میشه همهشون تمام ضوابط FDA امریکا و اروپا را رعایت میکنن، تمام مواد اولیه کیفیتش تایید میشه، بعد از ساخت کیفیت تایید میشه و هیچ فرقی نداره. بفرمایید آقای دکتر، خواهش میکنم. اینجا چی تولید میکنه الان آقای دکتر؟ اینجا داروی ضد تهوع دمیترون رو ما تولید میکنیم. آقای دکتر چقدر پزشک در مصرف دارو مؤثره که من داروی ایرانی مصرف بکنم یا داروی خارجی؟ با توجه به اینکه به هر صورت یه مقدار ما مشکلات گردش مالی در صنعت دارو داریم، واقعا شرکت های داروسازی نمیتونن هزینه زیادی رو روی آگاهی بخشی به پزشک بکنن که پزشک هم مطمئن بشه که این دارو رو باید بنویسه. توی این کیس خاص که داروی دمیترون هست پزشک هم اعتماد داره به ما و این رو تجویز میکنه توی نسخش.
ولی این نیاز داره راجع به همه شرکت ها، همه محصولات ما واقعا این آگاهی باشه و این اعتماد ایجاد بشه بین تولید کننده و پزشک. برخی مردم، حالا مردم عوام جامعه ما، میگن فلان پزشک پزشکی است که فقط داروهای خارجی تجویز میکند. نه تنها داروی خارجی، دارویی که کمیابه، وقتی پزشک مینویسه مریض به چند تا داروخونه میره پیدا نمیکنه، فکر میکنه دیگه لازم روانی براش اصلا چیز نداره، آخر علاجش همون دارو هست، در اصلش همون دارو مشابه ایرانی هم داره و با همون کیفیت. به قول یکی از دوستای پزشکم، ما توی ایران 80 میلیون دکتر داریم. مثلا وقتی برای معده دردمون میریم پیش دکتر و یه سری دارو برامون تجویز میکنه، دیگه این لیست دارویی میشه جاودانه. هر وقت معده درد داریم میریم سراغ انبار داروهای توی کابینت آشپزخونمون و همون تجویز همیشگی رو انجام میدیم. جالب اینه که اگه اون داروی مد نظرمون رو توی خونه نداشته باشیم، خیلی راحت میتونیم از هر داروخونه ای اونو تهیه کنیم، حتی اگه اون دارو نیاز به تجویز پزشک داشته باشه. بدین خانم، این الان اون مدارکی هست که برای همارزی زیستی خدمتتون عرض کردم. این چه دارویه؟ این الان داروی کلیندامایسین هست که اینجا نشون میده که داروی ما وقتی تجویز شده که داروی تست هست که آبی هست و داروی رفرنس که برند اصلی کلیندامایسین در دنیا هست که ما شرکت آمریکایی هست. بله. برای اولین بار 30 سال پیش اینو ساخته، حدود 30 سال پیش فکر میکنم، کاملا توی داوطلبای سالم توی 24 تا داوطلب که عوض هم شدن، یعنی یک بار نمونه تست رو خوردن، یک بار نمونه استاندارد رو خوردن. طبق محاسبات نشون میده که داروی ما بایواکوالانت هست با داروی اصلی. یعنی دقیقاً برابر. دقیقاً غلظت خونی دارو ثابت شده است که برابر هست تا حدودی با هم. یک وریشنایی که داره که اینا استانداردهایی داره، این الان توی اون استاندارد قرار گرفته. پس اینجا این تکلیف روشن میشه، یعنی یک داروی ایرانی که وارد بازار میشه با مجموعه تست هایی که میگذرونه، دست کم در مجموعه شما میتونیم مطمئن باشیم که با داروی رفرنس، یعنی داروی اصلی که اول بار در جهان ساخته شده، هیچ تفاوتی نکنه. بله درسته. البته یه تفاوت داره، یه تفاوت کوچیک. ما فقط میگیم این ایرانی است و اون خارجی است. خارجی و قیمتش هم چندین برابر. چندین برابر. پس ما سهم خوبی از بازار داخلی داریم توی داروهای گیاهی. اگر فرهنگ سازی بشه و حمایت ارگانهای مطبوع ما مثل سازمانهای غذا و دارو، سازمان صنایع، سازمان تأمین اجتماعی که این داروها رو ببرن تحت پوشش بیمه بکنن که مردم بتونن، عامه مردم، قشر متوسط و روبه پایین جامعه بتونن از داروهای گیاهی تحت حمایت و پوشش بیمه تأمین اجتماعی استفاده کنند. الان این اتفاق نمیفته. نه خیر، متاسفانه الان در بحث داروهای گیاهی شاید بگم اگر بخوایم درصد بگیم زیر 1% تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هسته، ولیکن الان پزشکان محترم این داروها رو در نسخه در واقع بیمار ثبت میکنن، ولیکن مردم به دلیل اینکه شاید استطاعت مالیش رو نداشته باشن در بحث خرید، کمتر خریداری میکنن. اینکه پزشکی نام برند یه دارو رو به جای نام علمی و ژنریکش توصیه میکنه، تو دنیای پیشرفته درمانی جرم به حساب میاد، ولی متاسفانه توی کشور ما به این مسئله توجه نشده و باید از تجویز القایی جلوگیری بشه. یعنی اینکه نباید پزشک نام برند دارو رو تجویز کنه. آقای دکتر، وضعیت قیمت دارو چجوریه توی ایران و این قیمت‌های رقابتی به چه شکله؟ ما این چیزی که می‌فروشیم نسبت به رقبای خارجیمون یا متوسط قیمت این دارو در خارج از کشور قیمت پایینی هست و معمولاً ما نمیتونیم سود زیادی توی این کار داشته باشیم. رقابت هم توی بازار زیاد هست. البته خب برندهای خوب خیلی تو رقابت‌های تخفیف دادن و اینا وارد نمیشن، ولی به هر صورت این رقابت تو بازار هم هست و دیگه سودی برای توسعه و سرمایه‌گذاری و
ساخت محصولات جدید دیگه واقعا باقی نمیمونه. خب وقتی قیمت پایین باشه و قیمت تمام شده دارو را فقط در نظر بگیرن و یه سود 15% حد در سر بکشن و بدون که هزینه های ساخت، هزینه های آزمایشگاهی، هزینه های تحقیق، توصیه، پژوهشی را در نظر بگیرن و هزینه های مثل مالیات، هزینه های مثل بیمه، هزینه های پرسنلی، هزینه هایی که این افزایش انرژی داشتیم در نظر بگیرن، هیچ گونه افزایشی در قیمت دارو ندادن. آرندی و مارکتینگ و همه از اینا دیده بشه و این قیمت متعادلی که هم مصرف کننده راضی باشه از این، چون مصرف کننده ما اگه بخواد این داروی مشابه خارجی ما رو مصرف کنه ممکنه 3 برابر این قیمت بره پرداخت بکنه و احساس کنه که داره داروی بهتری میگیره، در حالی که این دارو مشابه هست. شاید یکی از دلایلش هم واقعا قیمت باشه. وقتی چیزی قیمتش پایینه ما ناخودآگاه خیلی شأنی براش قائل نیستیم، یعنی گمانمون بر اینه که خب از خیلی خرید ویژه‌ای نکردیم. مثل نان، تا چند سال پیش واقعا ما نان مصرفی و نون مصرفی خونمون زیادتر مصرف می‌کنیم چون ارزون بود. الان که به قیمت رسیده هم حرمت پیدا کرده، هم کمتر می‌خریم، درست استفاده می‌کنیم و کمتر هزینه برای نون می‌دیم. داروی ایران شما هم حتی به خاطر ارزونی قیمت دارو هست، تو هر خونه برین یه چیز پر از دارو هست. مصرف نشده. مشتری اصلی داروهای ایران خود دولت هست. دولت برای مراکز درمانیش دارو میخره. دولت برای مردم که دارو فروخته میشه تو داروخونه ها از طریق بیمه ها پولشو باید سازمان های بیمه گر بدن. برای اینکه بیمه ها زیاد ضرر نکنن قیمت دارو ایران رو افزایش نمیده. خب کجا ممکنه که مشتری خودش قیمت رو تعیین کنه؟ در کدوم در واقع نوع اقتصادی؟ تو ایران فکر میکنم هر کسی اینو گواهی بده که شما در ابعاد یک بسته‌بندی دارویی فارغ از اینکه محتویاتش چی باشه هیچ چیزی به ارزانی دارو پیدا نمی‌کنید. شما الان قیمت دارو که تو ایران ساخته میشه از تمام کشورها پایینه قیمتش. حتی باعث شده که دارو از ایران قاچاق بشه. به خاطر چی؟ به خاطر قیمت پایین بودن دارو. به دلیل این نحوه قیمت گذاری و این قیمت پایین دارو، این صنعت بنیه‌داری نیست واقعیتش. و به همین دلیل هم هست که خب ما خیلی توی صنایع داروی قدیممون فرسودگی داریم، امکان سرمایه گذاری تو توسعه و نمیدونم بهینه سازی و اینها ندارن. خب اینا آرندی ها به شکلی نمیتونن. بله اینا همه همینه، چون به هر حال شما باید یه بارجینی داشته باشی، یه پولی در بیاری سرمایه گذاری. ولی متاسفانه بهانه‌ای که میارن در افزایش قیمت، خود دولت میاره، هم آقا فشار روی بیمه هاش نیاد، هم فشار روی مردم نیاد. آیا وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر چیه؟ مگه سازمان بیمه‌گر در تمام کشورها مردم رو تحت پوشش قرار نمیده؟ بعد اون وقت گفتید مشکلاتی توی در واقع بحث پرداخت و ایناست. این مشکلات چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ الان مشکلات صنعت دارو این هستش که ما بسیار پرداخت های معوقه داریم. یعنی ما الان معوقاتمون به حدود 1 سال رسیده. بعد معوقات صنعت تولید داخل پرداخت نمیشه. بعد از اون طرف ما داریم میریم برای داروی وارداتی که مشابه تولید داخل داره داریم هزینه میکنیم. یعنی هزینه میکنیم از جیب مردم. و خب همون مردمی که یه عده‌شون دارن داروی ایرانی رو مصرف میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، پزشکاشون هم مشکلی ندارن باهاش، ولی یه عده دیگه دارن اصرار میکنن که ما داروی برند رو باید بگیریم و دولت هم باید سوبسیدش رو پرداخت بکنه. این قسمتش به نظر من ناعادلانه است. دوره وصول مطالبات شرکت‌های داروسازی 2 ماه یا ماکسیموم 3 ماه بوده. الان یک 2-3 سالی هست که با تغییراتی که تو سیستم‌های طرح سلامت ایجاد شده، بر صورت هزینه ای که باید بابت پرداخت به تجهیزات پزشکی و دارو باشه از قبل پیش بینی نشده یا مقدارش بالاتر از اون چیزی بوده که پیش بینی شده و بودجه شده. از زمانی که ما مواد اولیه متریال رو از کشورهای مختلف و از داخل کشور خریداری میکنیم
تا زمانی که این برگشت مالی صورت میگیره 14 ماه زمان میبره. مراکز درمانی دولتی حدود بیش از یه ساله به پخشا بدهکارن و پخشا هم به تولید کننده ها بدهکارن. یعنی ما از این ور باید دارو را نقد بخریم، یعنی مواد اولیه را که میخریم از خارج تامین میکنیم، ولی وقتی میفروشید میفروشید پولش بعد از یه سال یا در طول مدت. الان دولت یعنی سازمانهای بیمه‌گر حدود 3000 میلیارد تومان به دارو بدهکارند و با رکود اقتصادی که حالا وجود داره و ایجاد شده تا حدودی این مسئله تشدید پیدا کرده، منجر به این شده خیلی از کارخانجات دارویی نیمه فعال یا غیر راه فعال. راه چارش چیه؟ یعنی شما به عنوان کسی که به هر حال تو متن قضیه وجود دارید، اگر بخوان این موضوع رو حل کنن باید چه کنن؟ چون طرح سلامت نتونست پولها رو پرداخت بکنه، یه تیکش این بود که بیمه ها نتونستن پولها رو پرداخت کنن، یعنی هزینه هاشون بالاتر رفته بود و اونجا باعث شد که این گردش مالی در اصل دچار خدشه بشه. این گردش مالی یک شرکت اینجوری مختل میشه؟ خب دقیقا مختل شده. یعنی شما ببینید ما شرکت داروسازی، من اسم نمیبرم، ولی شرکت داروسازی خیلی معظمی داریم تو کشور که سال گذشته به دلیل اینکه معوقاتش، یعنی پول خودش به دستش نرسیده، مجبور شده رفته وام گرفته، وام‌های با بهره بالا، الان توی صورت‌های مالیش 40 میلیارد تومان هزینه مالی داره، 30 میلیارد تومان سود داره. یعنی کلاً شرکت داروسازی هر چی کار کرده فقط برای بانک کار کرده. خب این صنعت رو زمین میزنه، تا چه اندازه میتونه میشه با وام و اینها صنعت رو جلو برد؟ بعد صنعتیه که اشتغالزایی بالایی داره، صنعتیه که اصلا ارزش افزوده بالایی داره و صنعت استراتژیکه. حالا مشکل نقدینگی هست که باعث میشه کیفیت دارو بیاد پایین، عدم پرداخت به موقع مطالبه. یعنی روی تومن ما صرف جوی بیمه ای ایجاد فقط کردیم. فقط مجموعه شما؟ فقط مجموعه ما. عجب. در یه فرم داروی MS حدودا ما 70-75% بازار رو در اختیار داریم، 25% بازار داره واردات انجام میشه، 25-30% در یه فرم دیگه هست که ما در حالت بهترین حالت ممکن 50% بازار رو در اختیار داریم و 50% داره واردات انجام میشه. بله. پزشکان به نظر من نقشی تو این قضیه ندارن، به خاطر که وقتی اونا برای 50% بیمارانشون یه دارویی رو سالم میبینن، اثر بخش میبینن، خب قاعدتا خون کسی از کسی رنگین‌تر نیست. بله. ولی خب حالا شما اگه در نظر بگیرید که این درصد پوشش بازار ما بالاتر بره، اون صرفه‌جویی ارزی و صرفه‌جویی هزینه بیمه‌ای مسلماً بالاتر میشه و از محل این صرفه‌جویی ما میتونیم دقیقاً میتونیم داروهایی رو بیاریم که نجات بخشه و الان به دلیل محدودیت مالی ما واردشون اصلا نمیذاریم که وارد فهرست دارویی ما بشه. صرفه‌جویی کمی هم نبوده اونجا، فقط شرکت بله. شما ایجاد کرده رقم واقعا قابل بله. توجهیه. بله، ما 100 تا شرکت داروسازی داریم در کشور، حالا همه مشغول تولید داروهای بیماران خاص و اینها نیستن، ولی خب درصد زیادی. یعنی اگر که ما سیاست ها رو به یه نحوی تغییر بدیم و بتونیم اینو بهتر جا بندازیم و پای این قضیه در حقیقت بیستیم. هیچ جای دنیا به داروی برندی که نمونه مشابه داخلیش توی داروخونه موجوده یارانه نمیده، چرا که با این حساب مردم به مصرف داروی برند جذب میشن و دیگه کارایی و اثرگذاری خود دارو چندان براشون اهمیتی نداره. ما خودمون از زمان تأسیس تا حالا در سال 250 میلیون تومان مالیات دادیم، در همین حدود هم بیمه دادیم 500 میلیون، حدود ما تقریبا 4 میلیارد تومان ما فقط دولت از ما گرفته، این پول انرژی دادیم، از این برم اشتغال ایجاد کردیم، از این بر تمام نیروهای ما حداقل فوق لیسانس هم اکثرا دکترم. خب تقصیر خودتونه، پولتون ببرین بذارین تو بانک سود بگیریم. خب از دارو دیگه کالای استراتژی تو کشور تو هیچ کشوری نیست. بله طبیعی. ولی واقعیتش این که ما تاجر نبودیم، یعنی ما داروسازیم، یعنی عمده صنعت دارو تو دست داروسازاست، اما قسم خوردیم
تو این زمینه. ما نمیتونیم بگیم که خب حالا که موفقات نمیاد ما هم دارو نمیدیم که فشار نمیتونیم این کارو بکنیم. اصلا این کار ما نیست این. یعنی بدتر به خودمون فشار میاد. من میگم اینو چندین بار جاهای مختلف گفتم، شاید افراد عمق فاجعه رو درک نمیکنن گاهی اوقات، ولی حدود یک ماه پیش با ما تماس گرفتن که گفتن که یکی از بیمارستانهای کودکان کشور به دلیل اینکه بدهیاش خیلی بالا رفته هیچ کدوم از شرکت‌های پخش حاضر نیستن بهش دارو بدن. عجب. و یه بیمار پسر بچه 10 ساله هموفیلی رو آوردن که آپاندیسش ترکیده و این احتیاج برای عمل آپاندیس احتیاج به فاکتور 7 بیماران هموفیلی داره. خب من تو اون لحظه میفهمم که این بیمار الان حتما باید جراحی بشه و چون هموفیلی اگه فاکتور 7 نداشته باشه میمیره. خب چی کار کنم؟ یعنی اصلا اون لحظه نمیتونم فکر کنم که الان این بیمارستان چقدر موفقه داره. یعنی فقط به بچه‌ها گفتم از انبار دارو رو بردارین و برسونین به اون بیمارستان، چون نمیتونیم کار دیگه بکنیم. یعنی زندگیمون به یه نوعی تباه میشه شب چه جوری بخوابیم. ما واقعیتش اومدیم در راستای ارتقای سلامت یه کاری بکنیم، ولی الان خیلی مشکل آفرین شده. آی دکتر، وضعیت صادرات دارو به چه شکلی؟ یعنی ما بازار خارجیمون اولا کجاست بیشتر و چه میزانی صادرات داریم؟ کلاً بازارهای دارویی تو دنیا بر اساس اینکه چه کشوری باشه و چه سختگیری برای رجیستریشن داشته باشه یا ثبت دارو در اون کشور تقسیم میشه. معمولاً ما صادراتمون به کشورهای همسایه هست. همین داروی گلیبوتکسما یا گلیبنکلامید ممکنه در افغانستان مثلا $0.5 فروش بره یک بستش، ولی در یا $1 فروش بره یا در یک کشور اروپایی در اوکراین در روسیه $4-$3 فروش بره. در نتیجه منفعت در این هست که ما وارد اون بازارها بشیم. این از کجا داره میاد؟ خب دارویی که با این حجم داره تولید میشه چرا میاد؟ به هر صورت مجوزی داشتن از قدیم و ثبت کردن و الان دارن واردات میکنن و ولی امیدواریم که در این سالی که پیش رو داریم در صورت اینها کم بشه و کمتر بشه تا تولیدات داخلی جاشونو بتونن بگیرن. این محصول ما با یه سهم بازار 20 ساله حدود 50% در 20 سال نشون میده که 50% مشتریان ما رو راضی کرده و ما تونستیم اون کیفی به اونها جواب بدیم. فکر نمی کنم نیاز باشه که ما بریم همین کاری که توی کارخونه مثلا داروسازی ایجاد میشه رو ببریم توی اروپا یا نمیدونم کشور دیگر این کار رو ایجاد بکنیم. صادرات خیلی ضعیفیم، برای اینکه روابطمون ضعیفه با کشورهای همسایه، برای اینکه جای ما الان یه زمانی 80% داروی افغانستان ایران تامین میکرد ولی الان 80% رسیده به 20%. یعنی کشور مثل هند، ترکیه و چین جای ایران رو گرفتن. این کشورهایی که الان داروهای شما صادر میشه، پیش از این بازار داروهایی که شما صادر میکنید دست چه کسانی بوده؟ دست کدوم کشورها بوده؟ کلن رقبای ما در کل دنیا و در کشور خودمون شرکت‌های چند ملیتی بزرگ هستند. خود ایران هم همینطور. تو خود ایران هم همینطور. و در روسیه مثلا قبل از اینکه ما داروی MS رو صادر کنیم، خب کل بازار در اختیار مشابه آمریکایی این دارو بود. داروی کالای استراتژی است و کشورهایی که حتی نفت ندارن بودجه های دولتشون رو با دارو میبندن، ولی متاسفانه تو ایران اصلا دارو که کالای استراتژی توصیه محور نیست. دولت فقط الان وظیفه‌اش رو فکر میکنه که تأمین به موقع دارو به قیمت نازل برای مصرف کننده های خودشه، در صورتی که این ور قضیه، یعنی
اگه توصیه محور که نیست باعث میشه که کارخونه های داروسازی از بین برن، تجهیزاتش ضعیف بشه، مواد اولیه تو انبارا کم بشه، نداشته باشن، بعد باعث خواهد شد که منجر به تعطیلی این کارخونه ها میشه. اگه صنعت زمین بخوره واقعا چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما به یه نوعی میتونم بگم با یه فاجعه انسانی مواجه میشیم و یک وابستگی شدید و عجیب لاینحل. بله. با توجه به شرایط در واقع معاملات ما در جهان. دقیقاً. بالا مشکلاتی که داریم. به خاطر اینکه هممون یادمون میاد که مثلا نیمه دوم سال 91 که تحریم‌های بانکی اعمال شد، تقریباً تمام اقلام دارویی به غیر از حالا اقلام واقعا تولیدی ما، به دلیلی که ما تمام تکنولوژی رو خودمون از ایتازی در اختیار داریم، تو یه مقطعی از زمان دنبال کمبود یا نبود شد. و بعد دولت موظف میشه که برای تأمین دارو بره دارو وارد کنه. دارو با چه هزینه؟ با 10 برابر ارزی. ارزی که بایستی برای زیرساخت‌های کارخونه هزینه بشه، خرج واردات دارو خواهد شد. یه بحثیه که واقعا بایستی یه کاری را بایستی وزارت صنعت و معدن، وزارت بهداشت و درمان، حتی وزارت امور خارجه واقعا با هم اتحادی داشته باشن، باعث این صنعت رو نجات بدن، از بین رفتن این صنعت واقعا جلوگیری کنن. میگن که طرف مثلا حالش خیلی بده، به دادش برسین یه مسئله است، میگن رفت تو کما یه مسئله است. من الان میگم اصلا این رفته دیگه، فقط با دستگاه شوکی چیزی شاید بتونیم برش گردونیم. نمیدونم وقتی که درباره دارو و صنعت دارو صحبت میکنیم، مستقیم داریم راجع به جان مردم حرف میزنیم و این خیلی تلخه شنیدنش. امیدوارم که واقعا اتفاقی بیفته. دو تا پروژه رو شروع کردیم برای ثبت دارو در اروپا که فکر میکنم سال 2019 ما بتونیم موفق بشیم این دو تا دارو رو مجوز فروشش در اروپا رو دریافت بکنیم، یکی برای بیماران هموفیلی، یکی برای بیماران MS. و از اون طرف برای اولین بار در تاریخ کشور، چون ما همیشه تکنولوژی گیرنده و لایسنس گیرنده بودیم، این بار ما شدیم تکنولوژی دهنده و لایسنس گیرنده، که دو تا پروژه مشترک داریم، یکی در ترکیه یکی در مالزی. دو تا پروژه دیگه هم در حال صحبت داریم در روسیه و برزیل، ولی پروژه ترکیه و مالزیمون در حال کار هست که ما مشغول ایجاد کارخونه در ترکیه و انتقال تکنولوژی به مالزی هستیم. اگه خودتون نیاز به یه دارو داشته باشید به معنی داروساز، سراغ با داروی خارجی میرید یا ایرانی؟ شما که امکانش هم دارید هر دوشو داشته باشید. من که با افتخار داروی خود شرکت خودمون و شرکت های حتی رقیبمون رو استفاده میکنیم. شرکت های معتبری در ایران هستن که داروهای خوبی رو تولید میکنن. من چون اطلاعات از درون دارو دارم و کیفیت دارم، اینو شما میدونید، میتونی به ما خبر بدید. من با افتخار داروی ایرانی مصرف میکنم و خانواده‌ام هم همینطور هست. ولی بدون نگرانی. بدون نگرانی، ولی من میتونم حدس بزنم یا قبول کنم که یک 5% اختلاف بین یک فراورده خارجی و ایرانی باشه. و همیشه هم نیست که بگیم خارجی بهتره، ممکنه 5% حتی ایرانی بهتر است. همون جنریک یک شرکت مثلا ترکیه‌ای باشه یا جنریک یک شرکت اسپانیایی باشه. شرکت های اینجوری از دل طبیعت داروها رو میگیرن یا نه در کاشت و داشت و برداشتش هم دقت ویژه‌ای هست و به شیوهی در واقع خیلی صنعتی تر کار میشه؟ در حوزه مایعات برای عصاره‌گیری، برای شربت سازی، در حوزه نیمه جامدات برای انواع پومات ها و کرم ها، و در حوزه جامدات برای تولید انواع کپسول ها و قرص ها، ما این محصول مواد اولیه رو که همون گیاهان دارویی باشن در شرایط استاندارد خریداری می‌کنیم. درصد بسیار زیادی از گیاهان دارویی که ما خریداری می‌کنیم از در کشور ما هست و از پژوهشکده‌های معتبر گیاهان دارویی که به صورت استاندارد تولید میشه. جانم به این کشور میشه. خیلی چیزا داریم. خدا کنه هممون قدرش رو بدونیم و از همه داشته‌هامون هم استفاده کنیم. چانچه که به چشم میاد، چانچه که به چشم نمیاد، ایده‌ها، فکرها و مغزهایی که صاحبش قلبیه که برای این کشور میتپه خیلی مهمه. متشکرم.
بریم اون برم ببینیم چجوریه آی مهندس. اون چه که همواره بیمارها رو دچار نوعی سردرگمی میکنه نظرات متفاوت پزشکا و داروسازا برای تهیه داروه. بعضی از اونها اصرار دارن تا بیمار حتما نوع خارجی دارو رو مصرف کنه، اما برخی دیگه داروهای تولید داخل رو مورد تایید قرار میدن و تأکیدی بر مصرف نوع خارجی ندارن و انتخابو به خود بیمار میسپرن. بعد اون وقت ببینم داروهای خارجی که تو کشور وارد میشه اینها آیا از برندهای معروفه یا مثلا نه برندهایی که درجه کیفیت پایین تری داره؟ بعضیاشون هستن که آره برندهای معروفی هن، پزشک صرفا همون برند رو نسخه میکنه و بیمار صرفا همون رو میخواد. این بیشتر توی بیماری های پوست و موه یا نه توی مجموعه داروهایی که مصرف میشه؟ نسخه های آرایش بهداشتی هست برند خیلی مطرحه، یکم توی نسخه های اعصابه چون پزشکا و حتی حالا بعضی از داروسازا معتقدن که توی داروی اعصاب حتی اون مواد افسودنی هم که هست و حالا با توجه به عوارضی هم که داره میتونه مؤثر باشه برندی که بیمار مصرف میکنه. اینجاها بیشتر سراغ داروی خارجی میان. آره. کشورهای سازندهی که دارن میسازن خارجی رو میسازن، نه اسم میاریم نه اسم کشور میاریم، ولی هستش. یعنی اصلا خود مریض میدونه میره میگه که این اسمو نمیخوام. درسته. چون میدونه که خیلی اذیتش میکنه، در که مال یک کشور خارجیه. ولی الزاما حتما بهتر نیست. ولی اصلا بهتر نیست. بله. ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. تو این قسمت توان و پتانسیل صنعت داروسازی ایران رو تا حدودی دیدید و انصافا خودم هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر توی صنعت دارو رشد کرده باشیم. ولی مطمئنن اگه خدایی نکرده یه روزی دچار یه سرماخوردگی بشم، از متصدی داروخونه میخوام نمونه ایرانیشو برام بپیچه. البته میزانی که دکتر برام تجویز کرده کاملا استفاده میکنم و تا آخر داروهام رو میخورم.